بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام وأدب واحترام دارم خدمت شما بینندگان محترم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. عید سعید فطر رو عرض تبریک داریم و امیدواریم سالهای سال دیگری رو هم درک بکنید، ایام ماه مبارک رمضان رو، و به خوبی بتونید در خانه خدا بندگی بکنید. خدا رو شاکریم که امروز هم این توفیق رو داریم به صورت زنده و مستقیم با برنامه سلام کربلا از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام در خدمت شما بزرگواران باشیم و از این که این دور از برنامه‌های سلام کربلا رو زودتر خدمت شما هستیم خیلی خوشحالیم. باز به درخواست خود شما عزیزان و مدیریت محترم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به ویژه پخش فارسی مقرر بر این شد که زودتر خدمت شما برسیم، چون بعضی هاتون با شروع این ایام شمای بزرگوار دوست دارید برید سر کار، یا این که یه مقدار اوقات فراغتتون بیشتر هست از اول وقت روز بتونید از برنامه استفاده بکنید. تصاویر حرم مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل علیهم السلام رو دریافت بکنید و عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. اما طبق معمول روزهای یک شنبه امروز هم این توفیق رو داریم در خدمت شما و جناب حجت الاسلام شیخ محمد سیروس باشیم با بحث‌های زیبای تربیتی و این که روش زندگانی در اروپا و غرب به چه صورت هست، که معمولاً کل این موارد به درد همگان در همه جا میخوره، به ویژه عزیزانی که در کانادا و غرب و اروپا زندگی میکنن. اجازه بدید من بیشتر از این وقت شما رو نگیرم تا ببینیم جناب شیخ محمد سیروس چه صحبتهایی رو برای امروز ما و شما دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز میخوام یه نکته اشاره کنم که در برنامه قبلی بحث شده بود در باب اختلاف و شروع بحث و جدایی دو زوج. یک نکته عرض کرده بودم در مورد افسردگی. ببینید، بحث افسردگی، یک این کلمه خیلی اوقات جایگزین ناراحتی یا احساس غمگینی یا احساس یعنی بی‌طاقت به فضای آن زندگی که داریم، ولی نباید قاطی کرد با افسردگی پزشکی یا مشکلات جدی‌تر از غمگینی. این نکته میخوام عرض کنم که خیلی ها شروع این اختلاف بین دو نفر اصلش افسردگی و غمگینی و بی‌طاقت بودن به فضای زندگی که خودشون ساختن. حالا من میخوام دلایلی براتون بگم که ایجاد افسردگی میاره و غمگینی میاره. یکیش همون فضای زندگی که ساختن، مثلا روابط بین این دو نفر اگر با احترام نباشه، اگر یه قاعده ای نباشه داخل منزل، طوری کلمه‌ای که استعمال میشه برای نام بردن فرد مقابل، حالا مثلا اگر اسم بی جا گفته بشه به جایی که آقا فلان گفته بشه، یا کلمه‌های خیلی با احترام بیشتر گفته بشه به جاش اسمای تحقیرآمیز گفته بشه، خب بلند مدت فضای خونه هی روش اضافه میشه که بی احترامی روی بی احترامی و روح بی احترامی، و جایی میرسه که دیگه جایی برای احترام نمیمونه. نوع اسمی که استعمال میشه، جملاتی که استفاده میشه، کلمه‌ای که استفاده میشه برای بیان کردن یک موضوعی، این بس زیر نکته فضای منزل هست. خب مثلا اگر توی جمله میخوای مثلا بگید که بفرمایید بشینید، بگی به تمرگ، با همین کلمه به ترمگ چیزهای دیگه هم گفته میشه بعدها، چون حرمت کلام که دیگه حفظ نشه دیگه افت و این کلمه هایی که استفاده نشه، خب بعدها خب خیلی چیزهای دیگه گفته میشه. بعد موضوع دیگه برنامه‌ای که برای اولویت باشه، برنامه‌های با اولویت، مثلا برنامه‌ای که حتما باید برای اذان و نماز و دعا خوندن باید تو خونه باشه. موقعی که برنامه نماز و اذان گفتن و دعا خوندن و برای عبادت داره، تمام برنامه دیگه منزل باید تعطیل بشه، تلویزیون ما خاموش بشه، رادیو بر خاموش بشه، برنامه های دیگه هم باید تمام بشه، نمیتونه یکی غذا بخوره یکی دیگه بیاد عبادت بکنه و فضای خونه اینطوری باشه. اگر وقت غذا هست تمام برنامه ها دیگه هم باید قطع بشه، مثلا برای تلویزیون خاموش میکنیم دیگه، نمیشه تلویزیون بذاریم و غذا هم بخوریم. و موقعی که مثلا وقت تماشا کردن تلویزیون هست، خب مثلا برنامه دیگه هم تمام شد. برای وقت مطالعه همینه، وقت تربیت فرزند همینه، وقت تفریح همینه. یعنی برنامه ها باید طوری باشه. حالا منظور این هست که اگر یک نوزوج با هم زندگی میکنن، خب خیلی راحت تر میشه این پیاده کرد. اما اگر خب توی خانه زندگی میکنیم که فرض بفرمایی خب از بستگانی هم توش باشن، خب باید طوری میزان بشه که مثل رومیت مانن باشن، یعنی یکی کنترل این یه نفر دیگه نباشه. منظورم چیه؟ با
مثلا خب خیلی تو عادت خیلی بدیه که مثلا موقع بستگانم باشه چند نفری با هم زندگی میکنن و مثلا خب یه نفر میخواد کنترل همه رو داشته باشن، اینه که خب خونه یک خونه نمیمونه، باید مثلا خب قسمت بندی باشه. اما چیزای اولویت مشترکی هست که میشه مثلا همه با هم یکسان باشن، ولی برای برنامه های دیگه خب امکان داره یکسان نباشه. اینم باید خیلی در نظر گرفت. یه موضوعی دیگه همه هست که میخواستم عرض بکنم برای ضدیت یا رفع ناراحتی یا غمگینی، یکیش مثلا این فضای موسیقی. حالا خیلی ها فکر میکنن، بازم تو برنامه قبلی یکی دوباره هم عرض کرده بودم، خیلی ها فکر میکنن که مثلا اگه فضای خونه فضای با آهنگ شاد و با فضای شاد و خنده مصنوعی شاد باشه، خب شاید اون نوع غمگینی یا به قول عامیانه افسردگی از بین میره. خیر، از بین میره، فقط بی‌حس میشه. بی‌حس میشه اما میمونه، یعنی رفت نمیشه. مثل مثلا کسی که نرفته حمام ولی روی لباسش اتکلون میذاره، خب اون بوی عرق پنهان میشه روی اون عطری یا کلونی که گذاشته بشه. برای همین خیلی اساس هست که ما باید بدونیم که اگر میخوایم رفع بکنیم افسردگی یا ناراحتی یا غمگینی، باید از ریشه باید کار کرد. موسیقی یه مانند یه اتکلونیه که مصنوعی هست، فقط ذهن آدم فراموش میکنه توی، یعنی همون لحظه فراموش میکنه، احساس میکنه که مثلا آرام شده ولی آرام نشده، مشکلاتش رو حل نشده، غمگینیش رو از دست یعنی از دست نداده، یعنی هنوزم هست. خب خداوند متعال فرمودن برای پر کردن فضای خونه، فضای سکوت خونه، جایگزین موسیقی چی هست؟ خداوند فرمودن حالا بی ذکرهی تطمئن قلوب. حالا اصلا خیلی راحت قرآن بذاریم، خیلی راحت سخنرانی بذاریم، خیلی راحت درس بذاریم. حالا مثلا اگر از فضای خونه، از سکوت خونه یه مقدار ناراحت هستیم به خاطر هر دلایلی، خب میتونیم این صدا صدایی باشه که ما یاد بگیریم. خیلی ها اتفاقا هم موقعی که راننده تاکسی هستن یا مثلا راننده کامیون هستن و روزهایی هستن، ساعتها در روز، روزهایی، هفتههایی تو راه هست، تو جاده هن، از یک شهر به یک شهر دیگه، از یک کشور به کشور دیگه، خب تنهان، خب نمیتونن که 20 ساعت 24 ساعت در روز پشت تلفن باشه با یکی حرف بزنه. خب اینم رادیو هم که خب ما گفتیم موسیقی اشکال داره، خب چیکار باید بکنه؟ میتونه درس بذاره. حالا خیلی ها زبان یاد میگیرن، خیلی ها شما ریاضی یاد میگیرن با صدا، با MP3 خیلی راحت میذارید. حالا میخواید زبان یاد بگیرید، میخواید درس فقه باشه، درس تاریخ باشه، درس مذهب باشه، درس کلاس های لیسانس، فوق لیسانس، خب از MP3 میشه درس های اساتید را بذاریم و گوش بدیم و حالت رانندگی میتونیم، خب همون کار را میتونیم خونه انجام بدید. شما تو خونه هستید، برای مثلا اگه فضای خونه، به جای که خبر اخبار بشنویم، خیلی ها دوست دارن اخبار بشنون، فکر میکنن که مثلا ما اخبار بذاریم، حالا مثلا فضای خونه چیزی یاد نمیگیریم که. این اخبارها خب باید محتوا پیدا کنن، خیلی هاشون هم خب تکراری هست و چیزی هم یاد نمیگیریم. حالا مثلا خب میشه یه وقتی بذاریم برای اخبار، نمیگم اخبار گوش ندیم، اما برنامه باشه که آدم یاد بگیره، ذهن آدم باز میشه. شما نگاه کنید توی کشورهای آسیا، خصوصا طرف های چین و ژاپن و کره، که خیلی حساسن روی تربیت فرزندان خودشون، چون میخوان ممالک خودشون رو بسازن، اصلا اجازه نمیدن که بچه هاشون بیان بتالتی با آهنگ گوش بدن یا مثلا کاری بدون هدفی انجام بدن. از بچگی، از 3 سالگی مثلا درسای ریاضی میدن، از 3 سالگی درسای زبان بهشون یاد میدن، یعنی بچه ها از 3 سالگی کاندیشن شدن، تربیت شدن طوری که رشد کنن با همون حالت کنجکاوی برای اخذ علم، کسب علم، که بتونن علم را کسب بکنن، نه اینکه مثلا وقتشون بگذرونن، حالا بگن حالا اشکال نداره، ما مثلا ثروتمندیم و فعلا ما لازم نداریم کار کنیم،
ذهن آدم همیشه میخواد یاد بگیره. ما که خیلی به اصطلاح تو بتالت باشیم، موسیقی بذاریم یا فکر خاصی نکنیم، این اون پوچی، اون خالی که تو ذهن آدم میاد چی میشه؟ افسردگی میشه. افسردگی یعنی غمگینی میاره، مثلا بورینگ میاره، حالا حالت مثلا کار امروز ندارم انجام بدم، چیکار میخوام بکنم، خب به خاطر که ذهنش مشغول نیست. ذهن همیشه باید از لحاظ کسب علم ذهن آدم پر بشه. حالا آیه قرآن هم خیلی شفاف گفتن که ذکر خدا خودش اصلا یه دواییه برای سالم بودن ذهن و جسم و بدن انسان. و هرچی خداوند رو بیشتر ذکر بکنیم، هرچی که بیشتر به خداوند نزدیکتر بشیم، دیگه جایگزین نداره برای ناراحتی و افسردگی. شما تو آمار، بازم عرض کرده بودم تو چند برنامه قبلی، شما نگاه کنید تو آمار مثلا از افرادی که تو مثلا فرانسه رو نگاه کنید، یا تو یه کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد و نروژ و دانمارک، بالاترین تعداد استعمال داروی افسردگی تو همون کشورها هست. یعنی اینا ها نوعی داروی میخورن که ذهن اون فرد برای مدت چند ساعت احساس خوشحالی میکنه، میخنده، جوک میگه، ولی به طور مصنوعی. بعد از این چند ساعت که این آثار این داروش تموم بشه چی میشه؟ میاد پایین، بازم افسرده ترم میشه و این استعمار میکنن. یعنی در طول 6 ماه 7 سال ماه اینو استفاده میکنن تا تابستون برسه. حالا بعضیا میان میگن آقا به خاطر آب و هواشونه. خب آب و هوایی اسکاندیناوی بله، شاید خیلی مثلا پر ابر، مثلا خب آفتاب کم داره، ولی علت اصلی نیست. علت اصلی به خاطر که بیدینن. علت اصلی به خاطر که معنویات ندارن، هیچ هدف آرزوی بعد از مرگ ندارن، برای همین ذهنشون هم خالی پوچه، یا کار میکنن یا میخوابن یا کار میکنن، یا مثلا به فکر رفتن تفریح تابستون مثلا جایی اگر تونستن برن. رو فرانسه که مشکلی ابر نداره، را جنوب فرانسه بری که همش آفتاب داره، ولی افسردگی هم اونها هم دارن. توی جاها، توی جوامعی که مذهبیان کلن مشغول به فعالیت مذهبی هستن، این مشکل رو کمتر دچار میشن، خیلی کمتر. این هم یه نکته بود که برای امروز میخواستم تکمیل کنم، که انشاءالله تو برنامه آینده این بحث رو ادامه میدیم. التماس دعا داریم. یا علی، خدا نگهدار. کمال تشکر رو داریم از حضرت حجت الاسلام جناب شیخ محمد سیروس که زحمت کشیدن از کانادا در خدمتشون بودیم. الحمدلله رب العالمین. این توفیق هست که بتونیم دانسته های دیگران رو که اون چی رو که به دردمون میخوره با شمای عزیزان به اشتراک بگذاریم. و اما امروز دومین روز از ماه شوال هست و 22 سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد حسینی شیرازی، برادر بزرگوار مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی هست. این بزرگوار از معدود و شاید بشه گفت تنها مرجعی بودند که می‌فرمودند حالا که رسانه امکانش هست در اختیار دیگران هم باشه، از انحصار در اومده با وضعیت پیش آمده برای ماهواره، اصرار ایشون زیاد بودش که عزیزان، هم عزیزان مسلمان و شیعه، بتونن از ماهواره استفاده بکنن برای تبلیغ دین، همونطوری که دیگر افراد بر اون اعتقاد متاسفانه غلط و خراب خودشون دارن
پافشاری میکنن و تبلیغ فحشا و اساءه هایی که هست در کل دنیا. لحاظا کلیپی هست، اجازه بدید من بیشتر از این راجع به این مورد صحبت میکنم. کلیپی هست، با همدیگه ببینیم و بشنویم و بعد از اون صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. انسان بین سالهای 1962 تا 1986 میلادی به پدیده رسانه‌ای جدیدی پی برد و با فرستادن ماهواره به فضا شروع به راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای کرد. شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و دینی نیک می‌دانستند که ماهواره و شبکه‌های آن به زودی تمام مرزها را خواهد شکست و وارد خانه تمامی مردم خواهد شد. شبکات ماهواره‌ای به سرعت در بین کشورهای جهان و با زبان‌های متفاوت آغاز به کار کردند و تا سالیان سال بحث مشروعیت دینی آنها بر سر زبان‌ها جاری بود. برخی شخصیت‌های سیاسی و دینی نیز موضع منفی گرفتند و خواستار مبارزه با ماهواره‌ها شدند. برخی از آنها احتمال داده بودند با چنین مخالفتی می‌توانند جلوی پیشرفت شبکات ماهواره‌ای را بگیرند، ولی روز به روز پیروان ادیان و مذاهب مختلف وارد ماهواره ها شدند و شروع به تبلیغ تفکرات، اعتقادات و ادیان و مذاهب خود نمودند. علاوه بر این شبکات، ماهواره ها میزبان شمار فراوانی از رسانه ها بوده و هستند که رشد و تعالی جوامع را هدف گرفته و به دنبال انحطاط اجتماعی و اخلاقی مخصوصاً در جوامعی هستند که گرایشات دینی و مذهبی و یا پایبندی به اصول اخلاقی در آنها بروز و نمود دارد. از سوی دیگر اما مرجع فقید حضرت آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی، شخصیت بزرگی که فراتر از زمان خود می‌اندیشیدند و در پی ساختن آینده بودند، خواستار تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی شدند تا پایه‌گذار دفاع از حریم اسلام حقیقی و جوامع اسلامی، آن هم با حربه دشمن باشند. هرچند در ابتدا با ایشان مخالفت شد و تصور می‌شد این تلاش مثمر ثمر نخواهد بود، اما با راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و مشاهده تأثیرات آنها، نظر مخالفان نیز تا حدودی عوض شد. آیت الله العظما سید محمد شیرازی در کتابی تحت عنوان با ماهواره چه باید کرد نوشتند: مسئله ماهواره پدیده نوظهوری است که بنیاد اخلاقی جوامع اسلامی را به خطر انداخته و جدیدترین سلاح و آخرین حرکت مرموز غرب در رویارویی علیه مسلمانان به شمار می رود که ویرانی هایی همچون روابط نامشروع، خشونت در رفتار، مادی گرایی و امثال آن را به دنبال داشته. به همین دلیل بسیاری از مردم به ماهواره با دیده خشم نگریسته و معتقدند باید آن را به طور کلی از بین برد. اما واقعیت آن است که ماهواره ابزار نوینی است که میتوان به وسیله آن اسلام واقعی را به کل جهان معرفی کرد. آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی معتقد بودند که اگر طرفداران کفر از این رسانه‌ها بهره می‌برند و آنها را در راه تقویت فحشا، تبهکاری و فساد به کار می‌گیرند و بر آن پافشاری می‌کنند، چرا مسلمانان برای برافراشتن پرچم حق و حقیقت و پخش تعالیم انسانی اسلام به چنین وسایلی پشت کنند؟ یه جهاز کوچیک انقدری هست 2000 فضایی میگیره، کانال فضایی داره، یعنی واضح میکنی کانال فضایی. اون وقت این کانال فضایی ها یا مال یهودی هست، یا مال مسیحی هست، یا مال وهابی هست، یا مال بهایی هست، مال شیعه کدوم نیست.
یکی از نتایج تأکیدات آن مرجع فقید تأسیس مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام بود که به امر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در سال 2009 تأسیس شد و امروز با 6 شبکه و یک خبرگزاری اختصاصی به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته به 5 زبان زنده دنیا از شهر مقدس کربلا برای مخاطبانش یعنی بیش از 1,440,000,000 نفر در بیش از 179 کشور جهان که به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو یا ترکی آذری صحبت می‌کنند، برنامه تولید و پخش می‌کند. سرانجام آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی پس از تحمل بی‌مهری‌های فراوان در اولین روزهای ماه شوال 1422 قمری آذر ماه 1380 شمسی در شهر مقدس قم درگذشت و در همان شهر نیز به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. رحمت الله علیه. بنده ایشون رو خیلی زیاد خدمتشون رسیده بودم و حتی در تشییع جنازه ای هم که الان تصاویرش رو حضرات ملاحظه فرمودید شرکت کردم. در اون تاریخ کمتر تشییع جنازه ای بود که اون همه افراد در اون شرکت کرده باشند و تجلیلی بکنن از مقام شامخ مرجعیت. خدای انشاءالله رحمتشون بکنه و هر اون چه خاک این بزرگوار هست عمر پر برکت همراه با سلامتی به حضرت آیت الله العظما حادثه صادق حسینی شیرازی بده که همون تفکرات رو دارن، همون برنامه ها رو دارن و همیشه در صحبت هاشون می فرمایند که همه افراد میتونن مبلغ دین باشن، حالا به هر واسطه ای که هست، ولو اینکه با همین دستگاه های کوچولویی که دستمون هست به عنوان موبایل. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده هممون مبلغ واقعی قدیر باشیم. الهی آمین. خب و اما وقت اون هست که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، رو به حرم‌های مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام قرار بگیرم و با همدیگه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشیم و بعد از اون صدای شما به کربلای معلا برسه. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين
السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلا، السلام عليك وعلى أمك أم البنين، وعلى إخوانك وأخواتك، وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران، امیدواریم خیلی زود نصیب و قسمتتون بشه. شما هم همانند زائرینی که ما الان میبینیم در سطح شهر مقدس کربلا که نسبت به این 3-4 روز گذشته و حتی هفته اخیر خیلی کربلا خلوتتر شده، ولی باز الحمدلله رب العالمین زائران از جای جای این کشور، از جای جای این کره خاکی حضور دارند در حرم مطهر آقا سید الشهدا برای عرض سلام و عرض ارادت. انشاءالله نصیب و روزی شمای بزرگوار هم بشه. پل ارتباطی شما با کربلای معلا 2-0-964-771-61-67-100 در اختیار شما هست که تماس بگیرید از طریق واتساپ و فیستایم و ایمو. انشاءالله فقط تماس تصویری رو نگیرید چون امکان وصل کردنش رو نداریم، بتونیم خدمتگزار باشیم در حق شما شیعیان آقا امیرالمؤمنین و عاشقان آقا سیدالشهدا. انشاءالله روزیتون بشه، از نزدیک زائر باشید، اولین تماس رو دریافت بکنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. ممنون، متشکر، عید شما مبارک. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی ارواح التي حلت انا ایک متاسفانه تماس این عزیز قطع شد. انشاءالله که حاجت روا باشید همتون و همه عزیزان با هر سلامی که تماسش وصل میشه بتونن خدمت آقا سیدالشهدا عرض سلام داشته باشن. جانم ببینید، ذریح مطهر آقا سیدالشهدا سلام الله علیه، جای شما هم هست. همت بکنید، از خدا یاری بخواهید، قطعا نصیب و قسمتتون میشه انشاءالله. تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام آقای میر خلبزاده، خواهر بزرگوارم. عید شریف تو، عبادت تو قبول باشه انشاءالله. عید شما هم مبارک باشه انشاءالله، حاجت روا باشید. بفرمایید زیارت کنید. خود خانواده دست دندکن خیلی ممنونتم. السلام علی الحسین، علی علی ابن الحسین، علی اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیکم یا ابا الفرد العباس قمر بن هاشم،
السلام علیکم خواهر حضرت زینب کبرا، السلام علیکم یا فاطمه زهرا، السلام علیکم یا سه ساله رقیه امام حسین، یا با عبدالله امام حسین. ما نم گناه داریم، ما نم فقریم، ما نم دلمو میخواد دل داریم انشاءالله بیایم خدمت آقا با عبدالله حسین زیارت کنیم. آقا درود بگرم سی، ما نم جورش کنیم انشاءالله. انشاءالله حرم میرین آقای میر خلفزاده، خیر ببینین، بری ما دعا کنین. حتما خواهرم، آقاتو خیر بود، دستتو در نکنه. خواهش میکنم. اللهم عجل لولی کل فرج، قبول باشه زیارتتون خواهرم، حاجت روا باشید انشاءالله. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. ماشاءالله جمعیت امروز با جمعیت روز گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. عزیزانی که مشرف شدن کربلا میدونن فاصله حرم آقا امام حسین تا آقا ابوالفضل العباس چقدر زیاد، 1300 اندی متر، که تمام این فضا علاوه بر خیابان قبله امام حسین، خیابان قبله آقا ابوالفضل العباس، همه اینها مملو از جمعیت به خاطر نماز عید فطر بود. بخواهیم از خدا فرج مولامون رو هر چه زودتر بر همگان محقق بکنه. همچین نمازی رو در سر تا سر دنیا داشته باشیم و شبکه امام حسین هم باشه همانند دیروز، بتونه تمام این لحظات رو با شما به اشتراک بگذاره و شما از جای جای این کره خاکی در حال هوای کربلا و دیگر مناطق دینی قرار بگیرید. اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام خدمت حاج آقای میخرم زائر عزیز و بزرگوار. و علیکم السلام، عید شما مبارک. سلام علیکم حاج آقای میخلف زاده، عید همچنین زنده باشه، عید سعید فطر را خدمت شما همکاران بزرگوار تو شیعیان آقا امیرالمومنین تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا به شما جزای خیر بده. بفرمایید زیارت. زنده باشید. التماس دعا دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد و الجام، صلی الله علیک یا سیدی یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا سیدی یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا سیدی یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس، أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا زينب، السلام عليك يا رقية يا بنت حسين الشهيد يا عزيزة الحسين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي يا صاحب الزبان، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، إن شاء الله در رأس همه حوائجمون فرج آقامون آقا امام زمان عجل الله فرج شریف در پناه حق باشید. ممنون از برنامه خوبتون. التماس دعا دارم. یا علی مدد. یا علی مدد. خدا نگهدار شما و همه عاشقان آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون باشه. ممنونیم از دعای خیرتون، انشاءالله حاجت روا باشید. خدا به همه شما عزیزان جزای خیر عنایت بکنه. صلوات الله علیک یا مولای یا ساقی عطاشا کربلا. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. خب متاسفانه تماس این بزرگوار قبل از اینکه وصل بشه ظاهرا قطع شده بود. امیدواریم باز هم بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. به من میفرمایید چقدر فرصت داریم تا پایان بند؟ در حدود 7 دقیقه، کمتر از 7 دقیقه. حقیقتا این ایام جای همگی شما خالی بود، الحمدلله. ما هم توفیق داشتیم در خدمت عزیزان موالیان آقا سید و شهدا سلام الله علیه از جای جای این کره خاکی که مشرف شده بودن بودیم الحمدلله، و از آخرین شب قدر تا روز گذشته که عید فطر بود و همچنان، یعنی شب گذشته افرادی که بودن اون موقع و حتی دیشب رو هم بودن خیلی خوب احساس کردن که کربلا به یک باره خالی شد. تذکر میدن دل عزیزان بیننده رو با این صحبت ها نسوزون، اونایی که امکانش رو داشتن ولی مشرف نشدن. انشاءالله خدا به همگان توفیق میده. تماس رو دریافت بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خواهر بزرگوارم به کربلا خوش اومدید، عید شما مبارک، بفرمایید زیارت کنید. بله، میخواستم زیارت کنم امام حسین علیه السلام به نیابت از تمام اقارب. السلام يا أبو عبد الله، ما عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عميرين، السلام عليك يا أبو الفتن الأبوات، السلام عليك يا شكر الله، السلام عليك يا صاحب الزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. قبول باشه زیارت این عزیز. ایشون هم تماسشون قطع شد با اینکه تماسشون اینترنتی بود و اگر اشتباه نکنم ظاهرا از افغانستان بود. خدا انشاءالله یار و یاور حقیقی مظلومان عالم رو، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، امر ظهورش رو محقق بکنه و همه مردمان از این وضعیت، همه مخلوقات از این وضعیت انشاءالله نجات پیدا بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. الو، صدای شما رو داریم برادر بزرگوارم، عید شما مبارک، بفرمایید زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى أختك زينب الكبرى، السلام عليك وعلى الأنفاس الشهيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حاجز وثابتين حبت أغاء أمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أمين. يا حسين داشتن میگفتن ما تا حالا نیومدیم. یا ابوالفضل العباس آقا جان شما عنایت بکنید عاشقان شما و برادرتون بتونن به راحتی مشرف بشن و از نزدیک زیارت کنن. اللهم آمین. کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماس گیرنده محترم، عید شما مبارک، به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت کنید. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
يا حسين. دريافت تمام بيتك. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. الحمد لله رب العالمين. توفیق این رو داریم صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. از این که با ما از طریق تلفن همراه هستید تشکر میکنیم، چون اگر منتظر هستید صدای ما رو از تلویزیون بشنوید و صدای خودتون رو همچنین، قطعا یک دقیقه و چند ثانیه تأخیر داره. کمتر از 2.5 دقیقه فرصت داریم تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، تصاویر زیبای ذریح مطهر آقا ابوالفضل العباس و الان هم حرم مطهرشون، صحنه در به قبلشون مقابل چشمانتون هست. خب ظاهرا صدای ما رو ندارن و تماسشون قطع شد. خب در این فرصت کمی که مونده، بنده به نیابت از شما و همراه با شما رو به حرم مطهر آقا سید و شهدا دست به دعا برداریم و دعای فرج رو با هم زمزمه بکنیم. شاید و انشاءالله خدا نگاه مرحمت آمیزی به هممون بکنه و از بقیه مدت غیبت اربابمون صرف نظر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشدت والرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركنا أدركنا أدركنا، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. امیدوارم نصیب و قسمتتون بشه از نزدیک ظاهر آقا امام حسین علیه السلام باشید. این دعای فرج رو که الان با هم دیگه زمزمه کردیم، هر اون چه که من توفیق پیدا بکنم، حرم مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس، آقا امیرالمؤمنین، امامین جوادین و امامین عسکریین حاضر بشم، به نیابت از شما در کنار ذریح میخونم به نیت فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج باشه. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا یا عدیه.